نهمین روز مرداد ماه برابر با 31 ژوئیه، سال 1115 خورشیدی برابر با 1736 میلادی، زادروز شارل آگوستین کولن، فیزیکدان فرانسوی. شارل آگوستین کولن پس از اتمام تحصیلاتش به تحقیق در رشته‌های الکتریسیته و مغناطیس پرداخت. کولن در طی سال‌های بعد تألیفات متعددی نگاشت و قوانین فراوانی وضع کرد که امروزه در فیزیک مورد استفاده قرار می‌گیرند. قوانینی که وی در فیزیک به وجود آورده در کتب فیزیک به نام او قوانین کولن خوانده می‌شود. کولن در طی اکتشافات خود خواص عقربه مغناطیسی را که تحت تأثیر میدان مغناطیس زمین قرار گرفته باشد شرح داد و پس از چندی این مطالعات باعث کشف و اختراع ترازوی تابدار گردید که در آن نیروی بسیار کوچکی با استفاده از این مقاومت اندازه‌گیری می‌شود. سال 1323 خورشیدی برابر با 1944 میلادی، در گذشت آنتوان اگزوپری، نویسنده فرانسوی. آنتوان دو سنت اگزوپری، داستان نویس فرانسوی که در شهر لئون فرانسه به دنیا آمد، پس از اتمام تحصیلاتش به نیروی هوایی فرانسه پیوست و در کنار آن به نویسندگی پرداخت. اگزوپری اولین اثرش را با الهام از وقایع زندگی خود در کتابی به نام پیک جنوب منتشر کرد و با چاپ کتاب‌های بعدی خود به شهرت دست یافت. اما آنچه سنت اگزوپری را به شهرتی جهانی رسانید کتاب شازده کوچولو بود که این کتاب اگرچه برای کودکان نگاشته شده اما پر از نکات دقیق و عمیق روانی و شاهکاری جاویدان است که تصاویر ذهنی را با مفاهیم فلسفی در هم آمیخته است. زندگی از دیدگاه اگزوپری حادثه‌ای بیش نیست، چه در قلمرو کار و چه در چارچوب روح و اندیشه. در داستان‌های اگزوپری که برگرفته از تجربیات شخصی اوست، وجدان و اخلاق حاکم می‌باشد و بلند طبعی و شهامت روحی نمایان است. سال 1339 خورشیدی برابر با 1960 میلادی، تشکیل دولت سیاه پوستان آمریکا توسط الیجا محمد. الیجا محمد رئیس جنبش مسلمانان سیاه پوست ایالات متحده که جنبش او رنگ ناسیونالیستی به خود گرفته بود، خواهان تشکیل دولتی از سیاه پوستان در چارچوب این کشور شد. وی که در ابتدا یک مرکز اسلامی تأسیس کرده بود، پس از چندی جنبش سیاهان مسلمان را بنیان گذارد و در دوران جنگ جهانی دوم دولت آمریکا را متهم کرد که چون ژاپنی ها سفید پوست نیستند مورد خصومت آمریکا قرار گرفتند. سال 1359 خورشیدی برابر با 1980 میلادی، اعلام طرح پرچم رسمی جمهوری اسلامی ایران. پس از گذشت بیش از یک سال از شکل گیری و تثبیت جمهوری اسلامی از طرف دولت وقت، مشخصات فنی و ظاهری پرچم رسمی کشور اعلام شد. این طرح که پیش از این در نیمه تیر ماه از تصویب شورای انقلاب و رئیس جمهور گذشته بود، همراه با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار الله اکبر مشخص کرده بود.